سلام، خوش اومدین به امیر گیم شو و معرفی بهترین بازی های اکتبر 2024 که خب یه ماه پروپیمون از بازی های ترسناک و بازی های ویار بسیار مورد انتظاره. در اولین بازی بریم سراغ نسخه ریمیک از Until Dawn که خب این بار قرار همزمان برای PS5 و PC عرضه بشه. بازی که حالا تقریبا 10 سال از عرضش میگذره و پای ریز سری بازی های دارک پیکچرز بود. با این حال به نظرم از همه بازی که بعد خودش اومد خیلی بهتر عمل کرده بود و قطعا اگه تا حالا تجربهش نکردید، حالا این بازسازی میتونه فرصت خوبی برای تجربه داستان این جوانایی باشه که وارد یه افسانه خونین میشن. اما بازسازی دیگه این ماه سایلنت هیل 2ه، بازی که در زمان عرضه اصلیش سن من یکی خیلی کمتر از حدی بود که بتونم ترسش رو تحمل کنم و خب مدام منتظر یه انگیزه بودم که برم تجربهش کنم و خب خوشبختانه نسخه ریمیک سعی کرده به بازی اصلی پایبند بمونه و البته نظر بصری هم یه تجربه تاثیرگذار داشته باشه. برای همین صبر ندارم که برای اولین بار وارد تپه‌های خاموش بشم و رازهای دنیای مرموزش رو کشف کنم. اما ماه اکتبر یه ماه هیجان انگیز برای طرفدارهای انیمه هم هست، چون با عرضه دراگون بال سپارکلینگ زیرو قرار یه بازی مبارزه‌ای با 181 کارکتر از دنیای این انیمه رو بتونن تجربه کنن که خب به زبون آوردنش ساده است. 181 کاراکتر با قدرت‌های خاص خودشون. اما در بازی بعدی بریم سراغ ساخته جدید اتلس و به طور خاص سازندگان سری پرسونا، یعنی متافور ریفانتزیو. بله، بازی که قرار دنیای متفاوت با کاراکترهای جدید رو بهمون معرفی کنه. بازی از نظر گیم پلی و آرت استایل شباهت زیادی به پرسونای 5 داره، اما از نظر داستان فضاش خیلی سیاسی تره و از فضای بچه های دبیرستانی که توی پرسونا بود فاصله گرفته. از طرفی بازی محیط های بازتری هم داره و قطعا برای طرفدارای این سبک میتونه روح جدیدی داشته باشه. اما توی همون روز بازی یوروپا رو داریم، بازی که اگه خدا بخواد و دوباره تأخیر نخوره یه بازی متفاوته که تماشای ویدیوهاش نوید یک تجربه جدید رو میده و آرت استایلش هم حسابی آرامش بخشه. اما یکی دیگه از بازی‌های مستقل مورد انتظار این ماه نوا اسمشه، اثر جدید سازندگان گریس که با آرت استایل خاص و موسیقی‌هاش برگشته تا ما رو در دنیای خودش غرق کنه. نکته جالب این بازی حضور یه شخصیت گرگ مانند در کنار کاراکتری که در مبارزات هم بهش کمک میکنه. اما در همون روز نسخه جدید سری Life is Strange رو داریم، بازی که نسبت به نسخه قبلیش گرافیکش حسابی بهتر شده و قراره شما رو یه بار دیگه وارد ماجراجویی های عاشقانه و فراتبیش کنه. اما برسیم به بازی ترسناک بعدیمون، یعنی A Quiet Place The Road Ahead، بازی که در واقع در دنیای فیلم هایی به همین اسم جریان داره و قراره شما رو وارد یک قایم موشک وحشتناک با هیولاهای شیطانی کنه. مکانیک گیم پلی بازی به این شکله که هیولاهاش نابینا هستن، ولی خب خدا نکنه که صداتون رو بشنون، اون موقع است که جهنم روی سرتون خراب میشه. بازی از نظر گرافیک خوب به نظر میرسه و قطعا در ماهی که به ماه وحشت معروفه میتونه برای طرفداراش خیلی جالب باشه. اما در همین روز نسخه بازسازی شده از آریزونا سانشاین 1 رو داریم که یکی از بهترین بازی‌های VR محسوب میشه، چه به خاطر تخریب‌پذیری زامبی‌هاش، چه به خاطر هندلینگ تفنگاشو، به طور کل دنیا و داستان جالبی که داره و خب حالا با گرافیکی که مشابه نسخه دومش شده قراره برای اولین بار بیاد روی پلی‌استیشن VR 2 و خب خبر خوبم اینه که اونایی که بازی رو نسخه اولش رو داشتن میتونن با $10 انتقالش بدن به نسخه جدید. بعد از اون بازی قهرمان محور آنون 9 رو داریم، بازی که شما رو در نقش دختری به اسم هارونا قرار میده که قدرت‌های جادویی داره و میتونه با استفاده از این قدرت‌ها بین دشمنا تلپورت کنه، گلوله‌ها رو جاخالی بده و در نهایت سرنوشت بشر رو تغییر بده. یکی از نکات جالب این بازی مدل کاراکتر اصلی که از آنیا چارلوتا یا همون ینیفر سریال ویچر ساخته شده و صداگذاریش هم با خودشه. اما در اتفاقی نادر بازی Wayfinder ساخته جدید سازندگان Darksiders که قرار بود در این روز از حالت Early Access خارج بشه و به عنوان یه بازی MMORPG Free to Play
عرضه بشه در چرخش هیجان انگیز اعلام کرده که قرار بازی رو به یک اکشن نقش آفرینی تبدیل کنن و دیگه نیازی هم به اتصال اینترنت نداشته باشه و هم به صورت تک نفره هم به صورت کوآپ بشه بازیش کرد و دیگه خبری از پرداختای در اون برنامه‌ای نخواهد بود و شما صرفاً با خرید یه باره بازی به تمام محتواهاش دسترسی خواهید داشت و واقعاً تصاویری که از بازی می‌بینیم تبدیلش کرده به یک ترکیب بسیار متفاوت از دارک سایدرز با بوردرلندز. بله، تنوع سلاح‌ها توی این بازی و لوت‌هایی که بهتون میده در سطح بوردرلندزه و هر کس که عاشق دارک سایدرز باشه میدونه که چقدر طراحی‌های شخصیت‌ها در بازی که جو مدوررا پشتش باشه چقدر خفن میشه. و خب بازی در حال حاضر قیمتش نصف هست و بعد از عرضه دو برابر میشه، پس اگه خوشتون میاد چیزی که دیدید یه نگاهی بهش تو استور بندازید. البته اگه ویوفایندر نظرتون رو جلب نکرده، خب خبر خوب اینه که در همون روز میتونید نسخه ریمستر دارک سایدرز 2 رو با کیفیت 4K 60 فریم ری تریسینگ و قابلیت های دوال سنس تجربه کنید. واقعا هیجان انگیز این اتفاق. و خب اگه نسخه قبل رو هم داشته باشید این آپگرید رایگانه و چی دیگه از این بهتر. اما بازی انفجاری بعدی یک بازی VRه که فقط هم برای کوست 3 میاد و اون چیزی نیست جز بتمن آرکام شادو، بازی که قرار داستانش حول محور کرکتری به اسم رتمن باشه و واقعیتش در این دوران نبود یه بازی بتمن خفن عرضه این بازی خوشحال کننده است، هرچند من به شخصه باید دعا کنم بازی یا برای PC بیاد یا برای PSVR 2. اما در بازی بعدی برمیگردیم به ریمیک سانیک اکس جنریشن، بازی که از نگاه خیلی‌ها بهترین نسخه سه‌بعدی از سانیک محسوب می‌شد و خب این بازسازی شامل محتوای اضافه از شادو هم هست که صداگذاریشو کیانو ریوز انجام داده. و خب نوبتی هم که باشه میرسیم به کال آف دیوتی بلک آپس 6 گولف وار که بخش داستانیش در دوران جنگ خلیج فارس و حمله صدام حسین به کویت جریان داره. از تریلر بازی مشخصه که قراره همون فرمت کولد وار رو پیش بگیره که به شخصه یکی از بهترین نسخه های کال آف دیوتی برای خودم بود و صبر ندارم به دنیای رازآلود بلک آپس برگردم. و خب از مهمترین بهبودهای این نسخه میشه به سیستم حرکتی آمنیورسش اشاره کرد، قابلیتی که به بازیکن اجازه میده نرمتر و طبیعی‌تر در محیط بازی حرکت کنه و البته در مقابل هم واکنش دشمن‌ها به گلوله هاتون بسیار طبیعی تر میشه. مود زامبی هم که امضای بلک آپس اینجاست و این بار حالت راند بیس که موج سخت‌تر میشه برگشته. بخش آنلاین بازی هم 16 تا مپ داره. اما در آخرین روز ماه اکتبر بازگشت دراگون ایج رو بعد از یک نسل داریم. بله، ویلگارد نسخه جدید از فرانچایز محبوب بایوره که برگشته تا یه بار دیگه دوستداران بازی‌های نقش آفرینی سوم شخص رو وارد دنیای پر رمز و رازش کنه. ویدیوهایی که تا اینجا از بازی دیدیم نشون میده که کاراکترهای نسخه سوم یعنی اینکویزیشن نقش مهمی در داستان این شماره دارن و خب گیم پلی هم تغییراتی داشته که در نهایت هر چی که باشه این بازی بهتر از ساخته قبلشون یعنی انتمه. و توی همون روز آخرین بازی VR این ماهمون هم داریم، یعنی وندرر، بازی که عملاً مورد انتظارترین بازی VR بوده برای من از روزی که معرفی شده، چون تصاویری که ازش میبینم حسه ماجراجویی پر از غافلگیری و متنوع رو بهم میده و خب تجربه نسخه ریمیکش برای اولین بار میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. در پایان هم نسخه ریمستر از هورایزن زیرو دان رو داریم که تصاویری که ازش می‌بینیم حکم یه ریمیک رو داره عملاً. از طرفی بازی بیش از 10 ساعت دیالوگ جدید داره، از دوال سنس استفاده کرده و عملاً عین اینه که بازی رو به سطح فوربیدن وست رسوندن. و خب به عنوان طرفدار این فرانچایز صبر ندارم تجربهش کنم و خوشبختانه تمام دارندگان بازی با $10 میتونن این بازسازی رو دریافت کنن. و با این معرفی به پایان برنامه‌مون می‌رسیم. خودم بین این بازی‌هایی که بهتون معرفی کردم بیشتر از همه برای ویفایندر هیجان دارم، به خصوص بعد از تغییرات که کرده و تبدیل شده دقیقاً به همون چیزی که انتظار داشتم. البته تجربه سایلنت هیل 2 برای اولین بار هم خیلی هیجان داره که به زودی بهش میرسیم. از طرفی نسخه ریمستر هورایزن هم یه نقطه کنجکاوی برام داره، اونم این که 10 ساعت دیالوگ جدید چیه و خب گرافیکش هم که عالی شده و چه دلیلی بهتر از این. و خب این هم از معرفی بازی‌های اکتبر 2024. شما بیشتر از همه برای کدومی که از این بازی‌ها هایپ هستید حتما برام توی کامنت ها بنویسید. ولی خب تا یه چیز دیگه از امیر گیم شو بدرخواست.